سلام میکنم به همه شما عزیزانی که بیننده برنامه نگاه به چپ هستید. من کیان آذر هستم و به همراه مصطفی صابر این برنامه رو تهیه و تقدیم به شما عزیزان میکنیم. سلام مصطفی جان، امیدوارم که تو هم صدای من رو بشنوی، حالت هم خوب باشه و مثل هر هفته آماده باشی که برنامه این هفته رو هم پیش ببری. سلام میگم کیان جان به تو و به بینندگان عزیز این برنامه. آمادم، شروع کنیم. چهار روز دیگه، البته نسبت ضبط برنامه دارم میگم، ولی 18 تیر مصادف است با به هر حال یک مناسبت و یک واقعه مهم توی تاریخ و فضای سیاسی ایران. و تا سالیان سال وقتی که تیر ماه میرسید، جمهوری اسلامی نگران تظاهرات ها و تجمعات اعتراضی مردم در تهران و همچنین در شهرهای دیگه و مشخصا دانشجویان در دانشگاه تهران همچنین کوی دانشگاه بود. هرچند که شاید این سالها زیاد دیگه ما شاهد به اصطلاح تجمعاتی به این مناسبت نباشیم در داخل ایران، ولی مناسب دیدیم که در همین رابطه برای کسانی که به اصطلاح در دوره حاضر 20 ساله هستن، 18 سالشون هست و به هر حال تصویر مشخصی از اون واقعه که به هر حال از طرف رسانه‌های در خارج از کشور، تریبون‌های بین‌المللی به عنوان انقلاب دوم در ایران و یا پنج روزی که ایران را لرزاند یاد شده بود، ما بگیم که چه اتفاقی افتاده و به هر حال چه جایگاهی در فضای سیاسی ایران داره. خب مصطفی، من یه مقدمه گفتم برای اینکه بحث رو باز بکنم و به اصطلاح گفتگویی در رابطه با 18 تیر داشته باشیم. البته همونطور که گفتید، الان اونایی که الان 18 20 سالشون یا حتی بیشترم، شاید 24 5 سالشون هست، شاید زیاد 18 تیر رو به یادشون نیاد. یعنی بچه بودن اون وقت، تو سیاست اینا نبودن، شاید توجهی نداشتن، ولی خیلیشون شاید سالگرداش رو یادشون بیاد که همونطور که تو گفتی سالگردهای 18 تیر همیشه یه سری اعتراضات چه در داخل چه در خارج ایران صورت میگرفت و یه جور 18 تیر یک نقطه عطفی شد به نظرم. و از این لحاظ مهمه که ما تو این برنامه نگاه به چپ بهش بپردازیم و یه مقدار شاید تحلیلی تر باید صحبت کنیم که چه اتفاقی افتاد و چرا 18 تیر یک نقطه عطفیه. یعنی توی این سیر مبارزه طبقاتی توی ایران توی دوره جمهوری اسلامی تحولات چجوری پیش رفت و چرا 18 تیر به نظر من یک تحولی، یک جور نقطه آغازی هست واسه اون چیزی که ما بهش میگیم جنبش سرنگونی، یه جور تغییر موازنه قوا هست بین جمهوری اسلامی و مردم ایران. حالا من نمیدونم کجا وارد این بحث تحلیلش بشیم، ولی اگه دوست داشته باشی من میتونم یه چیز مختصری از سیر مبارزه طبقاتی تو جمهوری اسلامی بگم. مصطفی خوبه ما یه بستر به اصطلاح بستر پیش از اون رو هم یه توضیحی بدیم. خب حالا مختصر دهه 60، یعنی بعد از انقلاب 57 دهه 60 اومد که سراسر به اصطلاح سرکوب بوده. تو چقدر از انقلاب 57 خودت یادت میاد؟ من هیچی یادم نمیاد، ولی منظورم اینه که شرایط جامعه، جامعه‌ای که دقیقا. پس بذار من اینو من بگم، ما اوکی. تو این برنامه نگاه به چپ دو نسل داریم، یکی نسل 57 که من باشم، یکی نسل 18 تیره که تو باشی. و حالا خب ظاهرا نسل سومی هم داره میاد که نسل 88 باید بهش بگیم، ولی قضیه اینطوریه. ببین 57 انقلاب که شد، یه انقلاب کارگری چپ خیلی سکولار خیلی مدرن بود که خب خمینی رو سوارش کردن، جنبش اسلامی رو سوارش کردن به کمک غرب، به کمک نیروهایی مثل چون همین جبهه ملی و حزب توده و مجاهد و نمیدونم فدایی و اینا، همه به علاوه چیز غرب و اینا سوار، یعنی این جنبش اسلامی رو سوار
انقلاب 57 کردن، یک ضد انقلابی بود جنبش اسلامی که انقلاب 57 رو سرکوب کرد. البته طول کشید واسه جمهوری اسلامی تا بتونه سرکوب بکنه. دهه 60 که صحبتشو میکنیم در واقع جمهوری اسلامی دائما هنوز تا سال حداقل 30 خرداد 60 علیه انقلاب 57 میجنگید و هنوز انقلاب زنده بود. به هر حال سرکوب کردن، جنگ شد. جنگ هم خیلی کمکشون کرد که این سرکوب بکنن. راجع به جنگ هم باید بعدا صحبت کنیم تو این برنامه. تا 67 که دیگه اون کشتارای 67 هم کردن و بعد از جنگ دیگه کاملا اینا یه جورای اختناقی رو برقرار کرده بودن، یه درجه خودشون رو تثبیت کرده بودن. دوره سازندگی به اصطلاح رفسنجانی شروع شد و یه مدتی جامعه ساکت بود. اواخر دوره رفسنجانی باز دوباره جامعه شروع کرد به جنب و جوش و اعتراض علیه جمهوری اسلامی که توی فضای جدیدی داشت این جنب و جوش و اعتراض صورت می گرفت. اواخر دوره رفسنجانی شورش های شهری بود و اوضاع خیلی خراب بود واسه جمهوری اسلامی و نتیجه این وضعیت این شد که خاتمی و میان بخت و تعجب همگانیش که باور نمیکرد یهو خاتمی رأی زیادی آورد و 2 خرداد شد و موازنه قوا عوض شد. میخوام بگم یه مبارزه طبقاتی که تو جامعه بود تأثیرش رو بالایی ها گذاشت. حالا فرصت نیست دقیقا بریم واردش بشیم، من خلاصش دارم میگم، تأثیر گذاشت و فضا رو عوض کرد و موازنه قوا رو بین خود درون جمهوری اسلامی و جناهاش و اینا به هم زد که این 2 خرداد 76 باشه، یعنی 2 سال قبل از هجده تیر. منتها اون جنبشی که شروع شده بود و فضایی که تو جامعه عوض شده بود همچنی داشت جلو می اومد و تو تمام دوره خرداد و مثلا خاتمی، دوره خاتمی اینا از پایین داشت دائما فشار می آورد و انعکاس پیدا می کرد توی دعواهای بین خود اینها و حاد شد و جلو اومد و نقطه عطف به نظر من 18 تیر 78 بود، وقتی که شرایطی فراهم اومد، فضای فراهم اومد که اون جنبش سرنگونی پوسته ای که تا به حال دور خودش داشت و به بهانه دفاع از خاتمی و اینا حرفاشو میزد و اینا، این پوسته رو شکون و اومد و حرف خودش رو زد و حرف خودش هم عبارت از این بود که تظاهرات بزرگی که توی تهران و البته توی بعضی شهرهای دیگه، من نگاه میکردم ویکی‌پدیا رو قبل از برنامه، مثلا تو تبریز هم تظاهرات جدی بود ولی به هر حال تو تهران دانشجوها و مردم تظاهرات کردن به سمت بیت رهبر و میخواستن برن بیت رهبر رو حالا یا بگیرن یا چیکار بکنن نمیدونم و بعد به خون کشیدن دیگه و سرکوبش کردن. و جالبه که توی این قضیه سرکوب و مقابله با 18 تیر خود خاتمی هم سفت و محکم علیه 18 تیر و اینا وایستاد و به عنوان یک شورش و اینا که علیه نظام بوده و میخواسته شعارهای منو خراب بکنه اینا، از اینا ازش صحبت کرد و تمام این اصلاح طلبا نمیدونم از تاجزاده و حجاریان اینا همه سعی میکردن که دانشجوها رو آروم کنن، ساکت کنن، ولی 18 تیر مقطعی بود که جنبش مردم واسه اینکه کل جمهوری اسلامی رو کنار بذارن خودشون نشون داد و این همون جنبشی که ما بهش میگیم جنبش سرنگونی، جنبشی که میخواد حالا ممکنه یه جایی به بهانه چه میدونم موسوی و چه میدونم کروبی و اینا بیاد حرفش بزنه یا یه جایی پاش بذاره یا روزنامه سلام و به اصطلاح شکاف های بین جمهوری اسلامی رو باز کنه و بیشتر شکاف ایجاد بکنه، ولی خودش رو پای خودش مستقله و داره کارش رو میکنه و اساس این جنبش سرنگونی هم مبارزه و اعتراضات کارگریه، به خصوص معلم ها الان داریم میبینی و این جنبش زنده تر از هر وقتی است به نظر من. جنبش های مختلفی که از جنبش رهایی زن، جنبش خلاصی فرهنگی جوونا، اینا همه اجزای مختلف یک جنبش خیلی وسیع و گسترده تو جامعه ایران هست که جمهوری اسلامی رو نمیخواد، میخواد از شر جمهوری اسلامی رها بشه.
جنبش نظرم خواهم 18 تیر 78 به نظرم سرآغاز این جنبشه و شاید به همین دلیلی که ما تو این برنامه داریم راجع به صحبت میکنیم، چون الان اکثریت عظیمی به خصوص جوانایی که 18 20 25 سال اینا هستن در واقع خیلیشون فعالین این جنبشن و باید یک تأثیری داشته باشن که این جنبش به صورت سابقه و گذشتهش چجوریه و از کجا شروع شد. من خواستم این حالا میگم بعدا میشه روی همین اجزای مختلف این وقایع که اشاره کردم مفصلتر صحبت کرد، ولی به نظر من 18 تیر یه همچه جایگاهی داشت توی چارچوبه مبارزه طبقاتی توی جمهوری اسلامی. مصطفی، حالا برای اینکه یه تصویر دیگه ای در این رابطه ارائه بدیم، مخصوصا مثلا حالا از زبان فرزن دهه شصتی ها که حالا مثلا 18 تیر یعنی سال 78 مثلا 18 سالشون بوده یا 20 سالشون بوده یا کمتر و بیشتر تو اون وادی ها بودن و کودکیشون رو توی دهه 60 شمسی توی ایران پشت سر گذاشتن، تصویری که وجود داره اینه که یک جامعه ای که انگار توی یه فضای بسته و سنگینی داره زندگی میکنه و احساس، یعنی اون مثلا احساسی نمیدونه دلیلش چی هست و چرا یه همچین حالتیه، هم از یک طرف جنگ به اصطلاح وجود داره و هم از یک طرف فضای جامعه فضای سنگینی هستش و 18 تیر یک جوری فرو ریختن به اصطلاح یه دیوار شیشه‌ای شاید برای جمهوری اسلامی بود که سعی کرده بود یه ابهتی، یه به اصطلاح جایگاهی رو برای خودش تعریف کنه، هم از لحاظ اینکه منتخب مردم ایران هست، هم از لحاظ اینکه منتخب انقلاب 57 هست و هم از لحاظ اینکه به اصطلاح از نظر امنیتی و از نظر قدرت توی یک سطحی هستش که هیچ، نه تنها دولت‌های خارجی بلکه هیچ نیرویی مثل حتی مردم نمیتونه بهش تعرض بکنه و 18 تیر فرو ریختن این مسئله بودش و ما یعنی یک جوری میشه گفتش که جامعه ایران مجدداً به اصطلاح بعد از یک دوره به اصطلاح طولانی که گفتم یه فضای سنگینی رو تحت سرکوب پشت سر میگذاره، منظورم توی شهرهای مختلف هست، توی جوامع به اصطلاح توی جامعه ایران مجددا وای میسته در مقابل جمهوری اسلامی و با صدای رسا که تو هم گفتی که مثلا به اصطلاح خواسته هاش و مطالباتش و اعتراضاتش رو مستقیما میگه و وقتی که به سالهای بعد از 78 نگاه میکنیم که شاهد این هستیم که جنبش های چیزی که امروز داریم ازش صحبت میکنیم مثلا به عنوان جنبش های مبارزاتی شاید اون موقع توی نطفه بودن، هنوز به اصطلاح نشانه هاش و انعکاساتش رو میشه فهمید و جا داره اینجا اشاره بکنم به بحث هایی که در همون دوره مثلا مثلا کمونیسم کارگری و شخص منصور حکمت ارائه میده، بحثای مثل حزب و جامعه، حزب و قدرت سیاسی و بحثای این چنین، مخصوصا بحث حزب و جامعه هستش که ما و تعیون بخشیدن به هر ترتیب این جنبش هایی که دارن به وجود میان، دارن علنی میشن و این بحث ها هم تو همون دوره به وجود میاد، حالا یه خورده قبلتر یا یه خورده مثلا بعدتر ولی متعلق به همون دوره هست و ما بعد از 18 تیر 78 شاهد عروج این جنبش ها توی جامعه ایران هستیم، توی جنبش کارگری مشخصا، پدید اومدن رهبران به اصطلاح علنی توی این جنبش، توی جنبش دانشجویی ما با عروج چپ توی دانشگاه مواجه هستیم و میبینیم که همینطور توی جنبش ها، مثلا توی جنبش زنان در مقابل رویکرد اصلاح طلبا توی جنبش زنان ما یه گرایش چپ میبینیم به وجود میاد و همین میگم نطفه های این جنبش ها هستش که توی دهه 80 اون وقت میبینیم که میان و عرض اندام میکنن، حالا اینکه در ادامه میرسن حالا مثلا به سال 88 ولی این تصویر در مقابل به قولن دهه 60 های که توی صفحه فیسبوکی هم براشون وجود داره وجود هستش و یه همچین تصویری در مقابل اون هاست. به نظرم یه وجه دیگه 18 تیر 78 که خیلی مهمه و شاید کمتر راجبه 78
بله من امیدوارم درست نه گفته باشم. درست گفتی، آره بگو. یه بچه دیگهش که شاید کمتر راجبش صحبت شده و باید بیشتر راجبش صحبت بکنیم اینه که 18 تیر 78 توهماتی که خود اصلاح طلبا، که خب همه میدونن ولی باز من میخوام تاکید بکنم، اینایی که اصلاح طلب شدن مثل حجاریان و نمیدونم تاجزاده و نمیدونم خاتمی و ربیعی و نمیدونم این طایفه، اینا دستندرکارای جمهوری اسلامی در دهه 60 بودن و اینا کسایی بودن که دستگاه های سرکوب جمهوری اسلامی رو ساختن، مثل وزارت اطلاعات که همین رفسنجانی ساخت، میگم حجاریان ساخت، یا مثل سپاه پاسداران که امثال سازگارا و دار دستش اینا درست کرده بودن. اینا جلاده و سرکوبگرای اون دوره بودن که یه دوره بعد از مرگ خمینی کنارشون گذاشته بودن و حاشیه‌ای شده بودن. تو دوره رفسنجانی هم در حاشیه بودن، منتها رفسنجانی از اونجایی که سعی میکرد وحدت کل نظام رو حفظ کنه اینا رو یه گوشه گذاشته بود توی به اصطلاح که برگردن یه دوره، یا به هر حال هواشون رو داشت. و توی دوره خاتمی اینا یهو با انتخاب خاتمی اومدن جلو، که تو صحبت قبلی سعی کردم توضیح بدم که چرا مبارز طبقاتی در واقع خاتمی رو جلو انداخت. منتها وقتی اینا اومدن یه جوری صحبت میشد که انگار تو جامعه ایران یه دونه اصلاح طلب و یه دونه اصولگرا و نمیدونم انحصارگر و اینا، این دو قطب دوتا هستن و چیز دیگه ای نیست و باید به همین بسازیم. و ظاهرا یا باید میرفتی پشت سر خاتمی یا میرفتی پشت سر خامنه ای، یه همچه فضایی بود. و بی بی سی و اینا خیلی نقش داشتن توی وجود آوردن این فضا که گویا حالا دیگه یه آخوند پیدا شده که خیلی عبای شکلاتی میپوشه و خیلی ناز و چیز هم هست، اصلاح هم میکنه و نمیدونم عط میزنه زیر بغلش و دیگه اونجور کثیف و پلش مثل جمهوری اسلامی دهه 60 نیست و باید با همین بسازیم. و این همه هدف و تلاش جامعه ایران واسه رهایی و آزادی است. یه همچین تصویر رو سعی میکردم بدم چه در داخل ایران چه در خارج ایران. به نظرم دو واقعه این تصویر رو شکون و نشون داد مردم ایران یه چیز دیگه میخوان. 18 تیر به نظرم فاکتور اصلی بود که نشون داد نه، مردم 18 تیر، مردم ایران خواستی که دارن لااقل شعار اصلی 18 تیر آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه، شعار مشهور 18 تیر این فضا رو شکوند. و این دو قطبی کاذبی که اینا وجود آوردن ظاهرا اصلاح طلب و چه میدونم اصولگرا، اینجوری نیست، مردم یه چیز دیگه میخوان و اونم اینه که آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه دیگه. این خیلی تعیین کننده. یه واقعه دیگه هم که حالا البته الان جاش نیست ولی بعد هم بعدش بپردازیم، مسئله چیز بود، کنفرانس برلین بود که نقش مهمی داشت واسه اینکه نشون بده که اصلاح طلبی به این شیوهی که امثال خاتمی و حجاریان این حرفا میگن اصلا جواب نیست و جمهوری اسلامی کلش باید بره. اولین اصلاح توی جامعه ایران اینه که مثلا کل این نظام کثیف اسلامی ضد بشری برچیده بشه. خواهم میگم 18 تیر نقش خیلی تعیین کننده ای در این داشت که این افق و چشمانداز رو مقابل جامعه ایران قرار بده، به تمام دنیا اعلام بکنه که مردم ایران یه چیز دیگه میخوان. این آخوندهی که یکی در قیافه اصلاح طلب و یکی در قیافه اصولگرا وایسادن و کل این حکومت باید بره، به نظرم 18 تیر این رو محکم مهرش رو کوبید. مصطفی بالا چند دقیقه که باقی مونده خوب در رابطه با ادامه این پروسه هم یه صحبتی بکنیم. به هر حال این عروجی که ما میگیم جنبش سرنگونی روی پای خودش ایستاد، صدای خودش رو داشت، عروج پیدا کرد یا سرآغازی بود واسه یه دوره جدید. خب وارد دهه 80 میشیم و چیزی که امروز آکسفام میگه جنبش های جامعه، جنبش های مبارزاتی یا جنبش های اجتماعی، یعنی توی دهه 80 شروع به این پروسه میکنه و
جای جای به اصطلاح فضای سیاسی ایران و شهرهای ایران فعالیت های مختلفی صورت میگیره توی عرصه های متفاوتی، و ما توی ادامه همین پروسه به مثلا 88 میرسیم که به هر حال شاهد چند ماه تظاهرات های خیابانی داخله این پروسه هم خوبه بررسی بکنیم و بیایم ببینیم که حالا آیا اینا رو میشه به هم ارتباط داد یا نه اینا ارتباطی ندارن، مثلا جنس اعتراضات 88 یه چیز دیگه است که کاملا متفاوت با 78، یا نه در ادامه هم دیگه هستن همون جنبشه که دوباره مجددا میاد توی خیابونا. کیا سوال سختی یه مقدار، یعنی یه مقدار باید روش بیشتر کار بکنیم، و ولی سوال خیلی خوبیه. منظورم این که حتما این کار یه جایی بکنیم. این به اصطلاح سیر مبارزه طبقاتی رو توی جمهوری اسلامی همجور ادامه بدیم به عصر حاضر برسیم. من احساسم اینه که 88 یه وجه جهانی شدیدی داره که هجده تیر به اون معنا نداره. هجده تیر یک تحولی هست که توی جامعه ایران صورت میگیره که توضیح دادم، یعنی فضای سرکوب و اختناق که بعد از شکست انقلاب 57 به خصوص بعد از کشتارهای دهه 60 و اینا به وجود اومده و توی دوره سازندگی یه جور فضای اختناق جمهوری اسلامی محکمتر برقرار شد، اون فضا رو شکوند و یه شرایط جدید توی ایران به وجود آورد. ولی به نظرم 88 یه واقعه، شروع یه واقعه جهانی بود. 88 در واقع اگر بخوایم به سال میلادی بگیم که روشن بشه، 2009 توی ایران 88 شد، اواخرش فکر میکنم بود، و اوائل 2010 یا حالا تاریخ ها شاید اشتباه کنم، ولی اواسط 2009 بود مصطفی، اواسط 2009 بود. به هر حال ما توی 2010 انقلاب چیز رو داشتیم، تونس رو داشتیم و بعد انقلاب مصر رو داشتیم و بعد اون چیزی که بهش میگن بهار عربی و انقلابات به اصطلاح شمال آفریقا و خاورمیانه. میخوام میگم یهو ما متوجه شدیم با یک جنبش و برآمد جهانی در رابطه با سرمایه‌داری و اوضاع جهانی که هست روبرو هستیم، که در واقع جرقش از 88 و از ایران زده شد. یعنی حرکتی که توی ایران شد یک الگوی شد واسه تونس. میخوام بگم 88 یه فاکتور جدید وارد شده بود که توی 78 نبود، توی 18 تیر 78 نبود، و اونم فاکتور اینترنت، فاکتور تلفن‌های به اصطلاح هوشمند و فاکتورهای جدید جهانی که، و بعد بحران اقتصادی که دیدیم در سال 2007-2008 خودشو نشون داد. میخوام میگم یه مقدار توسعه سرمایه‌داری توی ابعاد جهانی و به اصطلاح به ثمر نشستن نتایج گلوبالیزاسیون و نئوکنسرواتیزمی که اومده بود، که از این جهت یه وجه جهانی داشت. حالا وجود دیگرش هم باید بررسی کرد، ولی به نظر من 18 تیر تا اونجایی که من الان به خاطرم بیاد، میگم این سوالی که باید روش کار کرد و زیاد روش کار نکردم، ولی همینجا فعل بده های به نظرم میاد، بیشتر چیزی که مربوط به یک تحولاتی که توی جامعه ایران شکل گرفته بود و یه دوره جدیدی رو توی ایران به وجود آورد، که البته 88 کاملا وامدار و مدیون 18 تیر 78 به نظرم یه جور تمرین 88 بود، زمینی که 88 خیلی وسیع و توده‌ای و سراسری شد و به همه جا کشیده شد، ولی 18 تیر یه مقدار تمرینی بود واسه 88 به نظرم. و یه نکته دیگه هم بگم، اینم یه جای دیگه باید صحبت کنیم، که جالبه که هر 10 سال یه بار یه اتفاقات اینجوری میفته. یعنی مثلا شما 57 داری، بعد 10 سال طول میکشه تا 57 کاملا تمام بکنن، تا 67 و تا پایان جنگ و اینا مثلا یه مرحله جدید شروع میشه تو تاریخ ایران، بعد دوباره میای تقریبا 10 سال بعد از 67 و 68 شما باز 78 داری که 18 تیره، باز یه مرحله جدید شروع میکنه، باز 10 سال بعدش 88 که میشه دوباره یه مرحله جدید شروع میکنه. حالا بعد مطابق این تئوری منتظر بودیم 98 چه اتفاقی میفته توی ایران.
اینم خواستم بگم یه جایی به هر حال یه مقدار خنده‌دار شاید به نظر برسه، ولی این سیکلای 10 ساله توی تاریخ معاصر ایران جالبه. خب مصطفی، به پایان این برنامه میرسیم، دیگه وقت نیست در موردش صحبت بکنیم. از همینجا میخوام مثل همیشه که بینندگان عزیز نظراتتون رو در رابطه با موضوع برنامه برای ما ارسال کنید. شما تجربتون چی هست و چه نظری در رابطه با موضوع برنامه ما دارید؟ از راه های تماسی که در پایین صفحه میبینید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو ارسال کنید. تا برنامه بعدی براتون شبها و روزهای بسیار خوبی رو آرزو میکنم.